کیست در را میکوبد؟ ابو قره محدث هستم. باز کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ یا الله. مسیح شما. خوبید شما؟ الحمدلله. ابن یحیی، ابو الحسن هستند؟ هستم. شما اجازه دهید من داخل شوم؟ اذن دخول بگیرم. مولای من ابو قره محدث است، اجازه ورود میخواهد و میخواهد که با شما چند لحظه تنها باشد، راجع به مسائل علمی گفتگو کند. اجازه میدهید مولای من؟ آری، بگو داخل شوند. منتظرشان بودم. منتظرش بوده؟ حسن اذن دخول دادن. سلام علیکم یا ابن رسول الله. علیکم السلام. بفرمایی، نزدیکتر بیایی. ابن یحیی، تو نیز بیا، بیا و نزد ما بنشین. یا الله، یا الله. یا ابن رسول الله، پدر و مادرم فدایتان باد. مدتی سوالی ذهن من رو مشغول کرده که خداوند با موسی کریم الله چگونه سخن گفت؟ با چه زبانی؟ خدا و رسولش بهتر می دانند که با چه زبانی با هم صحبت کردند. اما برای اینکه تو مجاب شوی می گویم با زبان عربی. مگر خدا به غیر از زبان عربی با زبان دیگری هم سخن میگوید؟ من که به زبان عربی سخن میگویم، آیا خداوند به زبان دیگری سخن میگوید؟ سبحان الله، خدا نه گوینده است و نه عمل کننده. پس چگونه است؟ کلام خدا با مخلوق مانند کلام مخلوق با مخلوق نیست، بلکه به او می فرماید بشود می شود. کلام حضرت حق با موسی بن عمران نیز چنین بود،
حرف شما درست. از این بگذریم. من فهمیدم که خدا میتواند به تمامی زبانها سخن بگوید. نه حرفی که ما میزنیم، بلکه به صورت وحی. و همه صاحبان کتاب آن را میفهمند. مولای من، سوال دیگری در ذهن دارم. و آن این که میخواهم بدانم نظر شما در مورد کتب آسمانی چیست؟ تورات و انجیل و زبور و فرقان و هر کتابی که نازل شده است، همه و همه کلام خداوند است که خدای تبارک و تعالی آن را برای روشنایی و هدایت جهانیان نازل فرموده است و خود خدای بلند مرتبه است که موجب نزول کتب شده است. زبور داوود که نیست، ما چگونه باید بدانیم در آن چه نوشته شده است؟ مولایم، این سوال ذهن هر شخصی را مشغول می کند که آیا کتب آسمانی فنا و نابود نمی شوند؟ خوب سوالی کردی ای ابو قره. اجماع مسلمین بدانند که هر چیز جز خدا نابود می گردد. اما این درست است، کتاب فعل خداست و نابود می گردد، اما کلام پیوسته با او بوده است و ابتدا و انتهایی ندارد. مولای من، مرا ببخشید، آیا این درست است که تمام کتب آسمانی در روز قیامت می آیند در حالی که همه مردمان در صف واحدی برابر رب العالمین استاده و نظاره می کنند؟ این عقیده مانند عقیده نصارا و مجوس و دیگر ادیان است که هر کدام میگویند پیامبران و فرمانروایانشان جزئی از خدا هستند و به سوی او باز میگردند. اما این درست نیست، چون خدا برتر از این است که جز جز شود و هر جز جز شده‌ای در توهم آید و دلالت بر خالقی میکند که آن آفریده است. یبن رسول الله، آیا این درست است که خدای جلیل بزرگ دیدار و همسخنی را میان پیامبران تقسیم نموده، صحبت را به موسی و رؤیت را به جدتان رسول اکرم داده است؟ ای ابو قره، چگونه ممکن است مردی به سوی تمام مخلوق آید و به ایشان بگوید که از جانب خدا آمده است و آنان را به فرمان خدا به سوی خدا خوانده و بگوید دیده ها خدا را در نیابند و عملشان را به او احاطه نکنند؟ سپس همین مرد بگوید من به چشم خود خدا را دیدم و در او احاطه علمی پیدا کردم. آیا حیا نمی کنید؟ آیا روایات را تکذیب می کنید؟ در هر زمان روایات مخالف قرآن باشد تکذیبشان می کنم و این را بگویم که مسلمین بر این اتفاق دارند که احاطه علمی به او پیدا نشود، دیدگان او را درک نکنند و چیزی مانند او نیست. پس ای زاده رسول خدا، می توانم بپرسم که خدا کجاست؟ کجا؟ مکان است و این پرسش حاضر از غایب است و خدا غایب نیست و هیچ کس بر او وارد نشده است و او به هر مکانی موجود مدبر، صانع، حافظ و نگهدارنده آسمان ها و زمین است. یا ابوالحسن، در میان مردم مثال است که آیا می شود انسان به خدا نزدیکتر از فرشتگان باشد یا خیر؟ مولای من، ایشان راست میگویند. این سوال در بین مردم عام هم رایج شده است که کدام یک به خدا نزدیکتر است، اهل زمین یا فرشتگان؟ اگر مراد تو از نزدیکی وجب و ذراع است که تمام اشیا همگی ساخته خدا میباشند، هیچ کدام او را از دیگری باز نمی دارد، همانطور که
بالاترین مخلوق را تدبیر می کند، پایین ترینشان را نیز اداره می کند. حال دانستم که خداوند متعال بر همه چیز احاطه دارد. و هیچ شخصی در برابر خدا بر شخص دیگری برتری ندارد مگر به زهد. حال اگر اجازه دهید از خدمتتان مرخص شوم تا فرصتی دیگر با سوالاتی دیگر. خیر پیش ای ابو قره محدث. ابن یحیی، ایشان را راهنمایی کنید. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. خدا حافظشون.